بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. اجازه بدید من به جای سخنرانی یک مطلبی رو با شما در جمع عموم کسانی که علاقمند به امام زمان ارواحنا له الفدا هستند در محضر عموم مردم که صدای ما رو میشنوند مطرح بکنم، و اون این هست که آیا واقعا ما الان در آخر الزمان به سر میبریم یا نه؟ ما الان در آستانه ظهور هستیم یا نه؟ اگر واقعا در آستانه ظهور باشیم و آخر الزمان قبل از ظهور، یعنی همین زمانی که ما در اون به سر میبریم، خیلی چیزا باید تغییر کنه، به خیلی چیزا باید توجه کنیم که احیانا بهش بیتوجهیم. اگر نیست، خب زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم، با مقاومتها، با مبارزه با بدیها، با تلاش برای خوبیها به طور عادی. اما اگر واقعا در آستانه ظهور هستیم، همه این تلاش ها یک وضعیت و ویژگی های خاصی پیدا می کنن. طبیعتا کسی از زمان ظهور خبر نداره. اگر می تونست کسی به ما بگه که زمان ظهور کی هست، کار ما در این بررسی آسان تر می شد. منتها سال هاست علامت هایی داره دیده میشه که احساس نزدیکی ظهور داره تقویت میشه. حالا تا من عرض میکنم نزدیکی ظهور، بعضی ها زود برق سفاز انگار میگیردشون و میگن تو گفتی نزدیکی ظهور یعنی زمان تعیین کردی. ابدا اینطور نیست. ولی سال هاست بنده دارم عرض میکنم، شاید خیلی دیگر از افرادی که در این زمینه کار کردن و محققن اشاره کردن به این که ما علائمی رو داریم میبینیم که احتمال نزدیک بودن ظهور تقویت میشه. از همون سالهای ابتدایی که اینجور بحثها شروع شد، خیلی ها به شدت منتقد بودن که آقا الکی مردم رو امیدوار نکنید، معلوم نیست ظهور کی باشه. جالب اینه که شدت انتقادها تو این سالها داره کمتر میشه، یعنی اون کسانی که منتقد بودن هم دیگه دارن کم کم با احتیاط انتقاد میکنن یا دست از انتقاداتشون بر میدارن. یعنی چی؟ یعنی احتمال نزدیک بودن ظهور داره قوت پیدا میکنه، خیلی علائم دارن خودشون رو نشون میدن. حالا من یکی از علائم رو میخوام ازش صحبت بکنم و در کنارش یک پیشنهادی رو عرض بکنم و عرضم تمام. این که میگم نمیخوام سخنرانی کنم، فقط یک نکته ای رو میخوام به عنوان پیشنهاد مطرح بکنم، یا یک نکته ای که در روایات ما فراوان آمده بهش کمتر کمتر توجه میشه. خود من کمتر اون روایت ها رو تا حالا قرائت کردم. شاید این روایت هایی که امروز میخوام پیش شما اشاره کنم تا حالا تو این 30-40 سال فعالیت تبلیغی خودم اصلا این روایت ها رو بهش نپرداختم، به دلایلی که حالا شاید روحیه مردم تضعیف بشه و بالاخره تلخی که در کام انسان قرار میگیره از روایت، ضمن این که شادکامی خاصی هم داره در نهایت. ما در آستانه ظهور هستیم یا نه نمیدونم، ولی روز به روز داره علائم تقویت میشه. یه روزی به ما میگفتن کسی یا جریانی به نام سفیانی ظهور میکنه. ما اصلا نمیتونستیم اینو بفهمیم که یعنی چی. سال 1400 یا
یا سال 1390 دهه 80 یا دهه 90 طرفدار سفیانی یعنی چی؟ اینو اصلا نمیتونستیم بفهمیم تا اینکه دواعش ظهور کردن و منطقه رو تروریست ها به آتش کشیدن و رسماً علم سفیانی رو برقرار کردن. نمیخوام بگم اینا همون سفیانی هنها، ولی زمینه اجتماعی طرفداری از در واقع ابو سفیان ایجاد شد جل الخالق. یا مثلا جنگ های آخر الزمان که در این منطقه هست که مناطقش رو شما میدونید، ما میگفتیم این مناطق که آرام هستن. حتی یادمه ما بعد از جنگ 33 روزه با گروهی از دانشجوها رفتیم سوریه، همه مناطق سوریه که بعدها درگیری شد همه این مناطق رو با اتوبوس سفر کردیم. بعد من به دوستان میگفتم اینجا رو ببینید چقدر آرامه، تو روایات فرمودن اینجاها شلوغ میشه، کشتار میشه، خیلی عجیبه. رفاقم تا میشد همجوری عکس میگرفتن و چند سال طول نکشید تمام اون مناطقی که ما بازدید کرده بودیم تقریبا با خاک یکسان شد و اصلا اون زمان ما حدسش هم نمیزدیم این مناطق به این صورت آرام چجوری آخه دوچار جنگ داخلی بشه، ولی بعد دیدیم شد. ببینید یه حرفهایی تو روایات ذکر میشه. ما قدیم که به شما میگم یعنی تا 20 سال پیش واقعا نمیفهمیدیم این حرفا یعنی چی، چجوری میخواد اجرا بشه، ولی الان خیلی طبیعی میدونیم اونا رو و به این سرعت مطالب غیر قابل پیشبینی الان تبدیل شدن به مطالب محقق شده و بسیار قابل پیشبینی. پس ما باید هوشیاریمون رو بیشتر کنیم. یکی از این مطالبی که درباره آخرالزمان گفته میشد و ما به سختی باور میکردیم، تا 3 سال پیش به سختی باور میکردیم، همین مسئله است که امروزه به صورت کرونا و بیماری فراگیر و کشتار جمعی که داره انجام میده، حالا تازه میگن مقدمشه. این روایاتی که در مورد بخشی از علائم آخرالزمان هست میفرماید 1/3 مردم روی زمین باقی میمونن، یا 2/3 از بین میرن، یا 2/4 از بین میرن، 1/3 با جنگ از بین میرن، 1/3 با بیماری از بین میرن. خب ما این روایت ها رو نمیخوندیم، میگفتیم که چه اصراری داریم حالا مردم رو مضطرب کنیم، به جای دعا برای ظهور مضطرب مرگ و میر فراگیر بشن. و بعد میگفتیم که چجوری میشه آخه 1/3 مردم با بیماری از بین برن. در روایت داره صبح طرف بیدار میشه سر حال، شب از دنیا رفته، شب سر حال، صبح از دنیا رفته، مثل این سکته هایی که بیماری کرونا نمونه هاشو جلوی چشم ما آورده. آیا این وضعیت کرونا همون وضعیتی که در روایات هست؟ نمیدونیم، ولی به ذهن ما چنین حادثه هایی که مربوط میشه به علائم ظهور رو نزدیک کرده. ما میگفتیم با این پیشرفت علم این چه بیماریه که میخواد بیاد جان این همه مردم رو تو جهان بگیره. الان به سهولت داریم میبینیم پزشکی عاجزه از جلوگیری، همه واکسن ها جنبه اضطراری دارن و تازه مسئولین حتی کشور خود ما میگن ما میخواییم آماده باشیم برای اوج گرفتن انواع و اقسام همین بیماری در آینده نزدیک. و خیلی بده که ما این همه مضطرب میشیم، ولی دیگه از اضطراب گذشته روزانه در اخبار ما دارن خبر مرگ و میر اعلام میکنن. ما یه زمانی میگفتیم بخواییم چجوری میشه این همه آدم درگیر سری بیماری ها بشن و از دنیا برن، الان دیگه تبدیل شده به یک خبر عادی روزمره، روزی 3 مرتبه 4 مرتبه شما آمار مرگ و میر میشنوید. خب اینها به ما میگه که بیش از گذشته ممکن است آخرالزمان باشد. همین،
بعضیا همین رو هم حاضر نیستن بشنون یا اجازه بدن گفته بشه. خب یکی از علائم ظهور پس شد این مرگومیرهای فراگیر که در روایات متعدد به زبانهای مختلف از ائمه هدی علیه السلام به ویژه امام صادق علیه السلام به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام در کتابهای معتبر نقل شده. این یک مطلب. مطلب دیگه این که در برخی از این روایات آمده که یکی از شیعیان از امام صادق علیه السلام پرسید پس کی میمونه برای ظهور؟ اینو دقت کنید دوستان من. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که امام صادق علیه السلام فرمودن خیلی ها قبل از ظهور با بیماری و جنگ از دنیا میرن پس کی باقی میمونه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که آیا شما دوست ندارید جزء اون کسانی باشید که باقی میمونن؟ معلوم میشه شیعیان میتونن آخرالزمان در جنگ ها و در بیماری های فراگیر خودشون رو جمع کنن بنابر این روایت که در دو کتاب معتبر نقل شده مثل غیبت شیخ طوسی. دقت فرمودید؟ اگر ما این روایت رو جدی بگیریم و اگر بگیم زمانه ما همان زمان است، دو تا اگر من میگذارم بعدش چی عرض میکنم؟ این هوشیاری شیعیان هست که میتونن خودشون رو از بلاهای آخر الزمان عبور بدن و این معناش اینه که ما باید متفاوت از دیگر کشورهای جهان عمل بکنیم، هوشیارانه تر، عالمانه تر و هوشمندانه تر. تبعیت کردن از سازمان‌های بهداشتی جهانی سم مهلکه برای ما، البته به هزار دلیل، یکی از دلایلش ممکنه همین تحلیلی باشه که خدمت شما عرض کردم. الان از رئیس جمهور محترم بنده تشکر می‌کنم که فرمودن واکسیناسیون اقناعی باید باشه نه اجباری، و از صدا و سیما تقاضا می‌کنم از شیوه غلط تبلیغات در موضوع کرونا دست برداره، هم کرونا هراسی را نندازه، هم چند صدایی بشه، مردم این گفتگوهایی که بین خودشون دارن از زبان اندیشمندان در گفتگوها و مناظره‌های تلویزیونی نگاه بهش برسن و اینقدر سراغ شایعات به قول صدا و سیما نرن. صدا و سیمای کشور ما ازش انتظار میره خیلی بهتر برخورد بکنه. آقا اگر یه پزشکی، چه پزشک سنتی چه پزشک مدرن، در ارتباط با کرونا حرف دیگری داشت و ادعا داشت که از نظر علمی من میتونم حرفمو اثبات بکنم، حتما چنین فردی باید بیاد تو صدا و سیما و دیگر پزشکان باهاش گفتگو کنن. چه اشکال داره؟ سطح آگاهی مردم در مسائل پزشکی بالا میره. حالا که ما بناس آخرالزمان درگیر با مسائل بهداشتی و بیماری‌های فراگیر باشیم، گفتگو صورت بگیره. همین جور که رئیس جمهور محترم واقعا ازشون تشکر میکنم که فرمودن در ارتباط با کرونا باید اقناعی برخورد کرد، یعنی تخطئه و ترسوندن و تحقیر کردن نباید اینا روشه برخورد صدا و سیما باشه، که الان متاسفانه کم و بیش من یکی دو سه مورد اخبار نگاه کردم بود. یه مورد دیدم یه کسی میگفت واکسن نباشه نق میزنن چرا واکسن نیست، واکسن باشه نق میزنن چرا واکسن هست و واکسن خوب نیست. آقا اونی که نق میزد واکسن نیست با اینی که ناراحته از واکسن، اینا دو گروه هست. نباید اینجوری برخورد کرد. ما واقعا دوست داریم حتی اون کسانی که واکسن زدن، بنده خودم دوست دارم بشنون، دوست دارم اطلاعات معتبر رو دریافت بکنم. هی نباید ما سرمون گرم باشه، صدا و سیما باید سرمون گرم باشه تو اینترنت دنبال اخبار. صدا و سیما واقعا باید بیاد این افراد رو بیاره ما به راه حل‌های تازه برسیم. خیلی زشته برای صدا و سیما که کسانی افراد بسیار زیادی میگن کرونا رو میشه اینجوری حداقل درمانش رو تسهیل کرد با طب مکمل، اینها اصلا تو صدا و سیما اثری ازشون نباشه. باید همه صداها شنیده بشه، ما با هم کمک کنیم و تخطئه کردن نباید تو کار هیئت علمی کرونا باشه. از هیئت علمی کرونا، از هیئت علمی وابسته به صداد کرونا که تغییر کردن یه سری افرادشون،
و من البته بعضیشون رو میشناسم، نه همشون رو، تقاضا میکنم که این فضای بسته رو و فضای محرمانه پشت پرده رو تمامش بکنن، بیارن بحث، گفتگو، بررسی و همه به یک نتایج خوبی برسن. همین امروز صبح یا آقای دکتری با من صحبت میکرد، دکتر متخصص، کاملا از علمی بودن واکسن و کرونا و ویروس و به اصطلاح فراگیر بودنش دفاع میکرد، ولی میگفت من به هیچ وجه نه خودم نه بچه هم واکسن نمیزنیم. گفتم آقای دکتر شما که الان تا الان دفاع میکردیم، حالا استدلال های خاص خودشو داشت، میگفت ولی من واکسن نمیزنم، من به جاش میرم چون بلدم ایمنی بدن خودم رو تقویت میکنم و ازاش یه راههایی رو به ما نشون میداد. گفتم آقای دکتر دیر گفتیم، ما یه دوز واکسنمون رو زدیم فعلا. خب این حرفا باید گفته بشه، مردم باید آگاه بشن. آخرین پیشنهاد من، یعنی غیر از این پیشنهادی که درباره کرونا به طور خاص داشتم که ممکن است به عنوان یک بیماری فراگیر عامل مرگ و میر زیاد باشه، باز عرض میکنم ممکن است یکی از حوادث آخرالزمان باشه، غیر از این که باید در ارتباط با این موضوع هوشیارانه تر برخورد کرد، به قول رئیس جمهور محترم اقناعی برخورد کرد، غیر از این یه پیشنهاد دیگه هم دارم. اساساً در همه امور، در بخش اقتصادی، در بخش‌های نظامی و در بخش‌های بهداشتی، در مجلس شورای اسلامی، در بسیاری از امور حساس، یک پیوست مهدوی و آخرالزمانی به کار ایجاد کنن، اضافه کنن. پیوست مهدوی یعنی چی؟ یعنی بر این احتمال و بر این فرض که اگر آخرالزمان باشه درباره این موضوع چه باید کرد، یک ملاحظاتی صورت بگیره. یکی از مراجع نجف به بنده می‌فرمودند این که سفیانی از کجا قیام میکنه، حرکت میکنه، کجاها درگیر میشه، کجاها آدم کشی میشه، معنای این روایت ها این نیست که این قطعا اتفاق خواهد افتاد. ائمه هدا گراب ما دادن که شما توپخانتون رو اونجا تنظیم بکنید، پیشگیری کنید از این جنایت ها. خیلی این تحلیل هوشمندانه ایست. من از این استاد و حوزه شنیدم که البته ایشون قبلا قم تشریف داشتن، کتاب مفصلی در این زمینه نوشتن. بله ائمه هدا که نمیخوان ما دست بسته تسلیم گرفتاری های آخر الزمان باشیم، به ما گرا میدن ما بدونیم خودمون رو هوشیار کنیم. شاید این بیماری هم از این جنس باشه. انشاءالله با هوشیاری از فتنه های آخر الزمان به خوبی عبور کنیم و یادمون نره پیشنهاد رو، پیوست مهدوی، پیوست آخر الزمانی برای همه کارامون داشته باشیم. نیروهای نظامی، عملیات نظامی دشمنان ما توسط اهل بیت ارائه شده. حالا شما همه ملاحظاتو که دارید، این روایات هم بگذارید تو اتاق کار و فرمانده یه جنگ، ببینید چه ملاحظاتی باید در ارتباط با اون انجام دادید. در عرصه اقتصاد، در عرصه های دیگه یک ملاحظه جدی داشته باشید. وقتی همه ائمه معصومین، حتی رسول خدا علیهم صلوات المسلمین، مصرانه درباره فتنه های آخر الزمان مطالبی دارن، صحبت های مفصلی دارن، معلوم میشه موضوع خیلی مهمه. اگر ما قوم آخر الزمان باشیم، باید هوشیاریمون خیلی زیاد باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.